در دوران خلافت امام اول شیعیان، جهان اسلام با چالش‌های بسیاری روبرو بود که یکی از مهمترین آنها شورش‌های داخلی در مناطق مختلف به ویژه ایران بود. این شورش‌ها عمدتاً ناشی از نارضایتی مردم از سیاست‌های مالیاتی سنگین و شرایط اجتماعی آن دوران و تبعیض‌ها بود. در این میان ایرانیان که از ظلم و ستم حاکمان به تنگ آمده بودند در شهرهایی چون استخر، نیشابور و مرو دست به قیام زدند. امام علی با وجود مشکلات و درگیری‌های فراوانی که در داخل حکومت اسلامی وجود داشت با سیاست‌های خاص خود این شورش‌ها را سرکوب کرد. در ادامه این ویدیو به بررسی جزئیات این شورش‌ها و نقش امام علی در کنترل اوضاع خواهیم پرداخت. پس لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا چنل حقایق تاریخیه و شما اگر به تاریخ علاقه دارید لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلش هم بزنید که از دیگر ویدیوهای چنلمون هم مطلع بشید. در اوج درگیری‌های داخلی مسلمانان، ایرانی‌ها که از ستم و مالیات سنگین به سطوح آمده بودند علیه خلافت امام اول شیعیان قیام کردند. شهرهایی مانند استخر، نیشابور و مرو به صحنه شورش تبدیل شدند و فرماندهان علی به جنگ با شورشیان فرستاده شدند. به نظر شما چرا این قیام‌ها و این شورش‌ها در تاریخ کمتر مورد توجه قرار گرفته است؟ لطفاً پاسخ این سوال رو در قسمت کامنت ها برامون بنویسید. به طور کلی شورش ایرانیان در آخرین سالهای خلافت امام علی اتفاق افتاد و توسط سپاهیان ارسالی خلیفه سرکوب شد. در رابطه با شورش ایرانیان نظریات چهار مورخ بزرگ رو براتون بازگو خواهیم کرد. دکتر عبدالحسین زرینکوب مدعی است که این شورش ها در زمان خلافت عثمان شروع شده و بعد از آن هم ادامه پیدا کرده است، به شکلی که مردم استخر در زمان خلافت عثمان سر به شورش می گذارند و بعد از کشته شدن عثمان این شورش ها همچنان ادامه پیدا کرده است و امام علی پسرعموی خودش یعنی عبدالله ابن عباس رو مأمور سرکوب این شورش ها قرار می دهد. پس از آن از طرف دیگر اوضاع خراسان هم خراب می شود و مردم نیشابور دوباره سر به شورش می گذارند و از دادن جزیه یا همان مالیات خودداری می کنند که باز هم علی مجبور می شود لشکری بفرستد و نیشابور رو پس بگیرد و مرو رو با صلح آرام کند. همچنین دکتر عبدالحسین زرینکوب در ادامه اضافه می کند که در آن زمان در مناطق مختلفی مانند فارس، کرمان و خراسان مردم ایران هر کسی رو که عامل علی می دانستند از کار بر کنار می کردند و آنگاه علی نیز مجبور شد زیاد ابن ابیه رو به ولایت فارس و کرمان بفرستد که زیاد ابن ابیه هم به خوبی توانست اوضاع آنجا رو کنترل کند. زیاد ابن ابیه که پدر عبیدالله ابن زیاد یا همان پسر مرجان به شمار می آمد فردی صفاک و خونریز بوده و اسمش در تاریخ اسلام به بدی یاد می شود. زیاد در ابتدا در بیعت علی بوده اما بعدها عهد می شکند و به امام علی خیانت می کند و در صفوف یاران معاویه قرار می گیرد. در کتاب تاریخ طبری آمده که وقتی زیاد ابن ابیه به دستور امام علی به فارس رسید سران محلی رو به بازی گرفت و بعضی از آنها رو به جون یکدیگر انداخت و طبق وعده وعیدهایی که داد توانست نهایتاً بدون جنگ و خونریزی اوضاع فارس رو آرام کند. بعد از آن ماجرا زیاد در فارس یک قلعه به نام قلعه زیاد ساخت و مردم ادعا می کردند که رفتار زیاد بسیار شبیه به خسرو انوشیروان بوده و نرمش و مدارای زیادی داشته و می دانسته که چگونه اوضاع رو جمع کند. مایکل مورونی در دانشگاه ایرانیکا مدعی شده که در آن سالها جنگ‌های داخلی بین مسلمانان اکثر مناطق ایران را از کنترل حکومت عرب خارج کرده بود و شورش‌ها به اوج خود رسیده بود. بنابراین بازمانده‌های حکومت ساسانی تلاش می‌کردند که حکومت خودشان را دوباره به دست بیاورند. مایکل مورونی
برخلاف زرینکوب که شورش ایرانیان رو از زمان خلافت عثمان میدانست، زمان شروع شورش های ایرانیان رو پس از جنگ صفین و در زمان درگیری علی با خوارج در عراق و فارس میدانست. او نیز همانند دیگر مورخان معتقد بود که این شورش ها علی رو مجبور به فرستادن زیاد ابن ابی به این مناطق کرد و او نیز با درگیری های جزئی و نسبتاً سازش با خواسته های مردم این شورش ها رو به خوبی کنترل و سرکوب کرد. در انتها با جنبندی نظرات مورخانی همچون زرینکوب، محمد تبری و مایکل مورونی می شود این نتیجه رو گرفت که علی تقریباً بدون جنگ و خونریزی توانست شورش ها رو آرام کند که این رفتار نشانه سازش با ایرانیان می باشد. درسته که از وجود یا عدم وجود علی یا فرزندانش در جنگ ها و حملات وحشیگرایانه اعراب به ایران اطلاعاتی در دست نیست، اما مسلم است که علی حتی اگر خودش یا فرزندانش در جنگ حضور نداشته باشد، قطعا نظرات و پیشنهاداتش تأثیرگذاری بسیاری بر شکست ساسانیان و پیروزی اعراب بر ایرانیان داشته است. خب دوستان عزیز، به آخر این ویدیوی نسبتاً کوتاه رسیدیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لایک این ویدیو و سابسکرایب چنلمون یادتون نره. دمتون گرم. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.